از روی زن بازیکن ها فوتبالیست ها رو حدس بزن. همسرهای بازیکن های فوتبال بهمون نشون داده میشه و ما باید توی چند ثانیه حدس بزنیم. اگر درست حدس بزنیم همون بازیکن رو وارد ترکیبمون میکنیم و به جنگ سخت ترین بازیکن های فوتبال میریم. اما اگر شما حدس بزنیم یه بازیکن دریوری وارد ترکیب میکنیم و احتمال باختمون زیاده. برو بریم شروع کنیم. اینو کسی نشناسه، اینو کسی نشناسه، توی 5 ثانیه بعد تو 3 ثانیه آقا رونالدو ایشون رونالدو معلومه، خب لول 1 آسونه. بله کریستیانو رونالدو، رونالدو به عنوان اولین بازیکن و کاپیتان وارد ترکیب شد. لول های آسونی ان اینا برادر، لول های سخت بیار بابا، لول های سخت بیار. من اصلا نگم ایشون مسی تو 3 ثانیه. آه اینا آسونه خدا وکیلی، برو سختش کن. فقط مسی رونالدو رو میارم، آسون ماشه دیگه نمیارم واقعا. پس مسی هم به عنوان باتون بعدی وارد ترکیب شد. ای بابا ایشون خانم واندا هستن، همسر آقای ایکاردی اگه اشتباه نکنم. جا اصلا ایکاردیومون نداریم آقا فکر کنم. از اونجایی که ایکاردیوم نداشتیم رفتیم 51000 تا خریدیمش و وارد ترکیب کردیم. حاجی من ایشون هم نمیشناسم، ایشون اصلا من نمیشناسم، ولی نمیدونم واقعا، اینو نمیدونم کی الان میگه واسه بازیکن 20 سال پیشه. کریم بنزما خدایی داری میگی؟ استغفر الله، همه هم مهاجم داره میده کثافت. از ببینم ما کیو بیاریم، مهاجم دیگه مهاجم، همه نمیشه همه رو مهاجم آورد که آخه. پس سوارز به عنوان یه بازیکن دریوری وارد ترکیب شد. شیت سخت شد. حاجی من میخواستم بگم این زن دیانگ، ولی احساس میکنم نیست، زن دیانگ فوتبالی نیست، این هالنده. هالندم که ازدواج نکرده کیه پایین بابا ول بکن، اصلا این بین نمیخوره، نمیخوام ول کن اصلا. شما آلفونسو دیویز اشتباه هستن، میدونه دفاع چپ بعد بیاریم، این سگ دروغش پوزیشن بزن دفاع چپ ببینم کدوم خریو داریم. داریم. پس بالده به عنوان یه بازیکن دریوری وارد ترکیب شد. کجای این دریوریه؟ این شد 85 که مثلا الان در مقابل کارت 105 مثل اینا هیچ چیزی نیستن. آقا نفر بعدی ایشون خیلی هم آشنا میزنه ولی دیانگ نیست. وای سایه لحظه وای سا، چون من خیلی واقعا پاک دامنم، اینا رو اصلا نمیشناسم خدا وکیلی. من یه دونه مسی و رونالدو منتظرم راموس برسه، اینا رو نمیشناسم خدا وکیلی. کی ها قرآن اگه زن لواندوفسکی این باشه، خدا زن لواندوفسکی رو یه لحظه سم کن. آقا اینه بابا، این اصلا خیلی فرق میکنه با این، من اصلا نتونستم تشخیص بدم. الان کدوم خر من بیارم؟ دار میام به عنوان یه بازیکن دریوری دیگه وارد ترکیب شد. آقا داره کارمون سخت میشه، یه راحت بده، کل تیم دریوری شد. آقا راموس تکرار میشود، آقا سرخیو راموس، همین ستا رو من میشتم، همین ستا. بعدی پاک آمد آقا سر بوست بر روی شما. نه خواه آقا راموس رو دارم میگم، شما نگیرین. راموس به عنوان یه بازیکن قدر وارد دفاع شد. چقدر من شما رو دوست دارم، مثلا این قلب واسه شما میتپه. بریم نه ولش کن، نه اینکه مثلا ما اینم میشناسیم، خب اصلا اینا به هم دیگه نمیخورن. من نمیدونم مثلا بگم سانه، شاید سانه باشه اصلا. سک تو روی شانسمون. فرد به عنوان یه بازیکن مزخرف به جای کروس وارد ترکیب شد. البته این شوخ مزخرف نیست، کارتش مزخرفه. عشق من شما مثلا این شونو یه بارم تو تیمم راه ندادم، چی عشق منه بابا؟ من اینا رو نمیشناسم اصلا، به خدا من نمیشناسم. بریم همه رو میبازیم، بریم تو بازی با هر کی بازی بکنیم تو دیویژن همه رو باختیم. نمیشناسم من سانه دوباره ادمن. یه بار شما با گریم واسه شما اصلا سن ازدواج فرانا رسید رفتی ازدواج کردی، نمیارم تو رو. ایشون هاورتس، من احساس میکنم بلوبانگ دستشه. نه هاورتس من احساس میکنم، نگو مولر خدا وکیلی، میذارم گریم شد هاورتس بود. حالا ما کیو نداریم، حداقل بگو دفاع وسط چیزی بیاریم. ماتیپ به عنوان یه بازیکن دریوری وارد دفاع شد. دوستان این چالش ریدیم، فقط باید با مهارت هم برم ببرم هر سه حریفو. یه دروازه مان درست حسابی بده تو رو قرآن. ماما سلاه؟ نه سلا کنون خریبا با گلت سارای وای سو ببینم، بازی کنی که مسلمون باشه و رفته باشی گلت سارای. زیاشه؟ زیاش تازه رفته، این ویدیو واسه الان نیست. بچه هم داره یارو. بابا گالاتاسارای کی رفته؟ کی بوده واقعا نمیدونم. بابا من گفتم به خدا صلاحه، گالاتاسارای چه غلطی میکنه اون بچه‌ت؟ بابا آقا من گفتم، من اصلا نمیدونم. بابا وایسا محمد صلاح، یه صلاح دیگه ما داشت نداشتیم، صلاح 90 خورده ای نداشتیم ما. پس صلاح به عنوان یه بازیکن قدر دیگر وارد ترکیب شد. دروازه‌بان اگه درست نگیریم واقعا میبازیم راحت. دروازه‌بان خوب بده، من این تیمو قهرمان میکنم. وایس مسلمون نمیدونم محرزه، همینجوری گفتم. جسوس بذار به جای جسوس یه دروازه‌بان میارم، دروازه‌بان به درد نخور آقا اوکاچا. به جای جسوس یه دونه دروازه‌بان به درد نخور به اسم اوکاچا رو وارد دروازه کردیم. البته آقا اوکاچا رو چه چه مجادله ها، این کارت به درد نمیخوره ولی
دخا. آقا دخا من 100% میگم راستی است، چون اصلا چپیه نمیخوره بهش، سنی هم نمیخوره چپیه، راستیه باشه خدا وکیلی. برو کلا دخا رو دروازه میشه. دخا اصلا داری ما همجوری زری زدیم، ولی مطمئنم میگه جا من دخا رو دیدم تو تیم اما دخیام اگه نروه من یونایتد. هر چقدر گشتیم دخیا رو کلن توی ای فوتبال پیدا نکردیم که بخریمش، پس به جاش مجبور شدیم مانوئل نویر رو وارد دروازه کنیم و اوکاچا رو بیرون بذاریم. بازیکن بعدی ماتیاس سلیخت. 100% راستی، اینو میدونم 100% راستیه، 100% راستی، و فقط امیدوارم شما ببینید برون شکل آقا دلیخت. پس دلیخت به عنوان بازیکن قدر وارد دفاع شد. ببین الان این ترکیب یه دونه واقعا هیچی کم نداره که ترکیب، مثلا یه به جای ایکاردی یه بازیکن میومد عالی میشد. نیادم همین خوبه. بازیکن بعدی آقا دی پاول. ببین سمت راستیه که خانم دیوالا از سرما دیده بودیمش، پس ای هستش خانمشون، وقتی اون نیست اینه، نمیشه اون با دو نفر بچ. بذار من دی پاول رو اینجا پیدا کنم، آفک وسط بودن اشتباه نکنم. پس دی پاول به جای سوارز وارد ترکیب شد. حالا با یک مشکن همه چی درست میشه و من نمیدونم کدوم آدم خلی توی دیویژن 4 این چالش انجام میده. جواب مهدی پس. حالا با ترکیب خوبه که چیدیم به سمت بازی اول میرویم. آورکلا آورکلا دیویژن 8 2900 عالیه عالی. ترکیب ما اینجوریه، ترکیب حریف دست سوخته. دو تا تی ام اف چرا گذاشتی اون وسط؟ کلا ترکیب حریف هر جوری باشه به کشتیرش جوابه. آره بعد شروع میشه و در اولین چالش اوه ببینیم میتونی برنده باشی یا نه. ای جان ارسال بزنه مسی توی دروازه است. ای شما ریاضه دادم به شما، قربون شما حاج آقا صلاح به لیونل آنکار مسی شوت. دوستان من با اینکه دارم این همه بازی میکنم تا حالا تو کورنر رو مستقیم گل زدم، اگر تونستم اینو مستقیم گل بزنم لف میدیم سه هیچ بردیم، ولی تیر دروازه کاردار. یه برو کنار ببینم بابا، یه شوت میخوام دی پاول. پاول یه شوت. آقا دلیخت داره رد میشه، دلیخت بگیره چی خود تو سر اون لاوی که خوردی. آی 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 آقای زرافه رو اینجا بگیرین الان سخن میکنم رو سرش. چی الان این فرده این سلا بزن کاتسار تو. حالا یه سانتی رو دو بزن رونالدو. دی پاول همچو بروسلی. اینو ببین آقا راموس حواست اون کسابت اون جیرو باشه. بابا بکش دیگه، اورانیوم که قنی نمی کنی، میخوای شوت کنی دیگه از اونجا. ریدم تو قرار رو بدرت. من احساس میکنم اگه رونالدو میرفت اونجا بازی میکرد خیلی بهتر میشد، پس تو رو گمشه کنار. این سوارز رو میآوردیم به جای کارتی بهتر بود خدا وکیلی. ایول چه تعویضی. آه رونالدو الان میره نوک نشون رد میدم. وایس دیگه مسخره بازی میذارم کنار. وایس سایل هست الان بد نشون میدم. یه بار کنار ببینم بابا موصلا اسکو بزن شوت رو. بیا برو ببینم عمران یه بار رقمش. پاس زیبا به ایکاردی به وسط تر میرسونه. خود آقا ایکاردی هم اونجا داره حرکت میکنه. دیپاول پاس رو میده دوباره خود ایکاردی دیپاول. ای خاتون سرت کنن. لیونل آنکارا مسی. یه دریبل زیبا از آنکارا مسی، یه دریبل دیگه ارسال مسی. این سوارز اونجا داره بازی میکنه، من دارم بهش فوش میدم. آقا معذرت میخوام، دارم میگم ایکاردی داره میرینه، نگو داره سوارز میرینه. بابا پدستک بزن سر رو بزن رونالدو. شوت رونالدو توی دروازه است. آن سو تموم شد. فرد کیه دیمون آن راست مسی. ایدر بزی با از مسی یه شوته استانینگ. آلو رونالدو حالا شده بعدی و توی دروازه است. تمام بشه کار، پرام به دیویژن 3 رسیدیم. ما این ترکیب مزخرف این بار با دستانی پر و امتیازی که به دست آوردیم به بازی دوم میرویم. حریف بعدی دیویژن 3 یابد، پس 3033. من با این ترکیب بتونم اینو ببرم واقعا به خودم افتخار میکنم. ترکیب ما که اینجوریه و ترکیب ترکیبش یه جوری چیده که از گوشه ها هم بخوای بری ساند کنی سخته، ولی به نظرم از گوشه بیاری بدی پشت محوطه وسط از وسط شوت کنی اون عالیه. پس دوباره رونالدو رو گذاشت نوک و ایکاردیو به جای سوارز سرویس کرد. آقا شما داری چیکار میکنی اینجا؟ میشه به من توضیح بدی داری چیکار میکنی اینجا؟ وای بدبخت شدیم. نه جانم دیریب یه استانینگ. برو بیرون. وای سلا خود سلا. حالا ریباند رونالدو موله و حالا
جان چه پاسی، جان چه پاسی، جان جان بابا گم شو گلت هم خور بگیرش، حواستون جمع باشه. نه نه اینجور که من بازی کردم یارو کرک پراش ریخته عمران، از اونجا که سوارز خسته شده بود ایکاردی جاشو گرفت. عمران آفساید باشه، بکشش بزنین. خود فرد میتونه بره از همونجا، سلاح یونو چرخه حالی میزنه، ارسال سلاح تیر دوم و توی دنوازه ایکاردی که از این دیویژن سه های دریوری هم اشتباه فکر کردی. خب عزیز من اینجوری دیری میکنم میرم و منو میزنی و خطا میشه. ببین اگه این چیزی که من میخوام بشه واقعا عالیه. وضعیت خطرناکه، هالند بد خطریه، هالند بد خطریه، هالند بد خطریه. نه چرا زدی تو گل خودمون احمق؟ بزنی ها بزنی ها بزنی ها بزن بزن بره تو گل. بگیرش بگیرش بگیرش. فوت آیا وسط اسکل بیا وسط، چرا سلک نمیشه؟ وای دستم خاموش شده. چی گل خوردیم آج، گل خوردیم، گل خوردیم. دستم خاموش، دستم خاموش نمیشد به خدا بابا تو در میآوردم، دستم خاموش شد. ما یه هیت نمیتونیم بزنیم بابا، وقتی بازی برده رو ای خاک تون سر دو بیچاره دمون شد. بازی دوم با چانس میبازیم و با سمت بازی آخر میریم. آقا قدر بده، قدر بده، بول بالاتر بده. دیویژن 5 دو بده اصلا. دیویژن ترکیب برای سگ تورو داوید ویای 102 رو من کجای دلم بذارم آخه؟ 5 تا دفاع و دو تا دی ام بده کجا بذارم؟ رونالدو این وره خوب اشکان داره، شاید هم همین ور میتونه کمک کنه به ما. همینجا باش. بولا چه بابا بزنید درو. چو چود مسی کین دامیز چی چیز یا زمینی. نه نه هوایی بده، هوایی بده، هوایی 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 وش بزن سلا. چجوری گرفتی اینو؟ بزن سلا، بزن هدرو. وای رونالدو تو رو خدا شوت، رونالدو این بر شوت، رونالدو نه باش شبی پدر. مسی برو، مسی شوت کن، مسی شوت توی دروازه اصلی اون مسی. این دریبل زیبا از محمد صلاح، بازیکن حریف نداره چه سرعتی داره، ماشاءالله الله اجمعین العلماء. مسی ایکاردی برو ببینم. صلاح 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 کند 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 کند، آروم 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 آروم. حالا یه ارسال از میوگی تیم داشت خسته میشد، ماتیپ به جای دار میان تو اومد و سوارز به جای ایکاردی. یارو داره یه غلطای اضافی میکنه. وای هجومی کرد حاجی، دو تا ای ام اف گذاشت. ببین بریم عقب، بریم عقب، بریم عقب، اینجوری نمیشه. بیاین عقب، بریم عقب، بریم عقب، بریم عقب، بریم عقب. هیچ غلطی نمیتونه بکنه. برن بزن ماتیپ بیرونه. واسه ماما سلام، ماما سلام به کار، بزنش مسی تموم کارت. دیویژن سی ببین به خدا بهت قول میدم اینم من گل نمیخورم، بهت قول میدم اینم گل نمیخورم. حتی گفتم بس. نه 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 خدا شکرت. آقا من هنوز عقب نکشیدم، تو رو جان مهدی نشون بدم پایین سمت راستو، من عقب نمیکشم. عقب نشینی ما نداریم، موقعی که جلو هستیم ما حتی عقب نشینی نمی کنیم، تو ذات ما نیست. تمام میشه کار، بازی آخر ما برد پشت سر میذاریم. اگه از این ویدیو لذت بردین حتما این دو تا ویدیو هم ببینین. دمتون گرم و خدا نگهدار.